کامرو جمع میکنیم. اگر دی پدیده بی پیشینه در افغانستان نیست، اما اکنون بیش از هر زمان دیگر این پدیده فراگیرتر شده است و به سوی حرفه‌ای شدن می رود. گوشه ای از شهر نیست که گدای در آن به چشم نخورد. در میان آنان گدایان خارجی نیز دیده می شود. کیست تخلق؟ برای گردآوری پول و عوام فریبی از هر شیوه استفاده می کنند، مانند این زن. از تکه ها و پلاستیک ها کودک ساخته است تا مردم را فریب دهد و پول آنان را در بیاورد. با کرایه گرفتن کودکان از دیگر شیوه های گرفتن پول از مردم است که این گداها استفاده می کنند. این بانو 20 سال دارد. او میگوید پس از درگذشت شوهرش به کار تگدی رو آورده است. بارها مردم او را آزار و اذیت کردند و چندین بار هم برایش پیشنهاد کار غیر اخلاقی شده است. آزار اذیت میکنه چطور کنه؟ زندگی است دیگه. چی میگن مردم؟ مردم می لوچک هستند دیگه، بیادمی تو دو میزنن. شگفتی برانگیز این که این کودک را برادرش میگوید، اما این کودک در شناختن این بانو سکوت اختیار میکند. برخی از گدایان هدف بزرگتر و خطرناکتر دارند، ماموریت‌های مافیایی و استخباراتی. یک منبع امنیتی که خواست نامش گرفته نشود میگوید دست داشتن گداها را در فروش مواد مخدر، تجاوز، دزدی، جرایم اخلاقی به شمول لواطت و تجارتی شدن گدایی را تایید می کنم. از گداها در دو بخش استفاده می شود. یکی انجام حمله های انتحاری است که ما در یک سال اخیر دو مورد داشتیم. حمله انتحاری در تنگی ترخیل و حمله انتحاری در ریشخور دارالامان. و دوم این که برای گردآوری اطلاعات و عملی ساختن برنامه های استخباراتی، همسایه ها و شبکه های حراس افغانی از گداها استفاده می کنند. ما اطلاعات در دست داریم که در بسیاری از موارد ماین های مغناطیسی را نیز همین گداها جاسازی می کنند. نمایش ها را از بین بردن، خرابی هر خرابی که از این تجربه ها ارتباطاتشان با مافیا هستند. حضور پررنگ این گداها حتی هویت افغانستان را نیز می تواند تغییر بدهد. پیشتر در سال 2007 و 2008 میلادی حکومت به پاکسازی شهر کابل از وجود این گداها اقدام کرد، با تصویب قانون گدایی را منع قرار داد. اقدامی که نه تنها گداها را کاهش نداد، حتی پس از آن حضور این گداها بیشتر شدند. فعلا متاسفانه پروسه جمع‌آوری گداها کاملا متوقف است. ما هیچ مرکزی نداریم. یگانه مشکلی که وزارت کار و امور اجتماعی با او مواجه است یه که کمترین بودجه را در بخش حمایت های اجتماعی وزارت مالیه اختصاص نمیدن و یک مشکل بسیار جدی هست. بیش از 4300 تن در کابل گدایی میکند. تنها 500 تن آنان گداهای واقعی اند که فقر و ناداری آنان را به جاده ها کشانیده است. اما گداهای دیگر به 23 گروه مافیایی پیوند دارند که 300 تن آنان گداهای خارجی هستند. در 8 ماه اخیر 406 مورد خشونت در برابر آنان از جمله لتوکو و جرایم اخلاقی ثبت شده است که 16 مورد آن تجاوز جنسی و لواطت بوده است. حضورشان در هر نقاط مختلف شهر کابل و از دیگر طرف هویت نامعلوم گدایگر واضح تشویش آور است با بخشای کشفی، بخشای امنیتی شهر کابل. اگر این در یک چارچوبه که سرش مقامات عالی رتبه تجویز بگیرند و جمع‌آوریشان تفکیک شود، کسایی که منیس یک عرفه از استفاده می‌کنند و کسایی که واقعا نیازمند هستند، محتاج هستند که نیاز به کمک دارند، این تثبیت شود، جدا شود، کار بهتر است. تگدی همواره مانند یک پدیده دردسرساز بوده است و اکنون نگرانی ها این است که گسترش این پدیده و همزمان مافیایی شدنش آینده را با خطر روبرو کند. کودکانی که امروز گدایی می کنند ممکن است فردا دردسرساز شوند که حتی مهار و کنترلشان نیز با چالش های امرا باشد.